خب بریم به سراغ گفتگوی امروز. روز گذشته خامنه ای در دیداری که به مناسبت هلاکت قاسم سلیمانی با خانواده‌اش داشت، از قاسم سلیمانی به دلیل احیای جبهه مقاومت، اسمی که خامنه ای به روی مزدورای نیابتی خودش میذاره، تقدیر کرد و در ادامه هم به قاآنی که اونم در این دیدار شرکت داشت دستور داد که باید تقویت مزدوران نیابتی همچنان ادامه داشته باشه. این موضوع تقریبا تنها موضوعی بود که از این دیدار توسط رسانه‌های حکومتی منعکس شد. تأکید خامنه‌ای و برجسته کردن سیاست تقویت مزدوران نیابتی در این شرایط چه معنی داره؟ همراه هستیم با مسعود امیرپناهی. مسعود عزیز سلام به شما. به عنوان اولین سوال، آیا ارتباطی بین تأکید خامنه‌ای روی تقویت مزدورای نیابتیش با جنگ غزه که الان در جریان وجود داره و چه ضرورتی اصلا باعث شد که رسانه ها موضوع نیابتی ها رو بولد و برجسته کنن؟ بله سلام، منم سلام میکنم به شما و به بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی. درود بر شما. خواهش میکنم. در پاسخ به سوالتون باید بگم که بله، دقیقا ارتباط داره. چه بسا بولد کردن این دیدار خصوصی بهانه‌ای بوده که بیاد همین حرفا رو بزنه و این جمله ها رو بگه. اینا روش های شناخته شده ایه که برای مینیمیزه کردن اهدافشون به کار میبرن. اجازه بدید یکم به شرایطی که توش هستیم رو بررسی کنیم تا بهتر روشن بشه که این حرفا از کجا در اومده. بله خواهش می‌کنم. ببینید اگه بخوایم، یعنی در واقع محصول سیاسی این جنگ غزه که امروز فکر کنم 86 روز ازش میگذره، میشه در سه محور اینا رو خلاصه کرد. هر سه محورش هم نشون دهنده در واقع شکست خامنه‌ای در این پروژه است. اولا سر مار ولایت زد بیرون، دیگه نمیشه در واقع پنهانش کرد، همه اینو به چشم دیدن، از جمله مردم غزه و همه دنیا. در واقع معلوم شد که دستور این عملیات از بیت خامنه‌ای صادر شده و به همین دلیل فلش برگشته رو خود خامنه‌ای. ثانیاً نقش سازمان آزادیبخش فلسطین به عنوان تنها نماینده مشروع مردم فلسطین بارز شد و همه دنیا روش تاکید میکنن. در واقع راه حل دو کشوری که رژیم به شدت با اون مخالفت میکرد بالا اومد. در واقع ببینید وقتی راه حل دو کشوری اجرا بشه، واقعا تو صحنه تو روی زمین اجرا بشه، بحرانی باقی نمیمونه که بعد رژیم بتونه سوارش روش، بعد اهداف خودشو پیش ببره، خودشو به اصطلاح تحمیل بکنه. ثالثاً موضوع معلوم شد که در واقع عمق راهبردی خامنه‌ای و اون 6 تا ارتشی که سلیمانی مدعی ساختنش بود یک حباب بیشتر نبود. قبل از این جنگ کسی این حرفو میزد که در واقع این حرفو جدی نمیگرفت، اما الان در اولین آزمایش و جنگ جدی این حباب ترکید. این هم حرف ما نیست، ادعا نیست، چیز پنهانی هم نیست، حرفیه که الان درون بانده رژیم بله در واقع پا در ورده و خیلی روک و صریح در موردش صحبت میکنه. بله فکر میکنم ویدیویی هم در این رابطه باشه که بله. از اتاق فرمان میخواییم با اجازتون البته بله حتما پخش کنن، بعد شما ادامه بدید. بله این فقط جمهوری اسلامی نبود که تو این 45 روزه تمام اون چرا که تحت عنوان محور مقاومت چه ساخته و پرداخته بود همش پف کرد ریخ و معلوم شدش که بجز هزینه هیچ چیزی دیگری نبوده. بله میفهمید. بله دقیقا میگه این پف کرد و تو البته این مال 15 روز پیشه، مال موقعیه که 45 روز از این جنگ گذشته بود. الان که اومدیم جلوتر خیلی بیشتر این واقعیت در واقع بارز شده و برجسته شده. پس ببینید اگه بخوام چیز بکنم، حرفامو بزنم، این واقعیت حتی از دید پاسدار بسیجیان پنهان نیست. بنابراین الان که خامنه ای میاد روی تقویت مزدورای نیابتیش تاکید میکنه، در واقع داره جواب بدنه نظام که همون نیروهای مسئله داره خودشو داره میده. بله خب مگه این موضوع اصلا پنهان بود و رژیم خودش بارها گفته که حمایت میکنه؟ بله ببینید صورت مسئله این نیستش که پنهان بود یا نبود. بله هیچ وقت رژیم حمایتشو مخفی نکرد، اصلا خود خامنه ای گفته بود که
این مؤلفه قدرت ماست. ببینید من این آوردم این صحبت خامنه ای، این صحبتشو میخونم، قبلا هم تو همین برنامه ها گفته بودم. ببینید میگه یکی از مؤلفه های قدرت عمق راهبردی ماست، حضور در این کشورهای منطقه. یعنی عمق راهبردی رو ترجمه میکنه حضور رژیم در این کشورها. اینها چیزایی است که اساس و استخون بندی و مایه های قوام جمهوری اسلامی است. اینو در واقع تو تاریخ 2 خرداد 97 یعنی 5 سال 6 سال پیش اینو 5 سال خورده پیش اینو گفته بود. در حقیقت پس ببینید عمق راهبردی یا همین نیروهای نیابتی یا حضور در این کشورها، کشورهای منطقه، در حقیقت اهرم باجگیری خامنه‌ای از غرب. یعنی اینا همین مزدورای نیابتیش هستند که رژیم با تکیه به اونها هم نیروهای خودش رو حفظ میکنه، هم از غرب باج میگیره. صورت مسئله اینه که در این 86 روزی که این جنگ ادامه داشته چه اتفاقی افتاده که این حباب ترکیده؟ من یه مثالی میزنم. ببینید اگه 88 روز گذشته رو آنالیزش بکنیم، در واقع به چند فاز تقسیم میشه، میشه به 3 فاز تقسیمش کرد. فاز اولش شروع جنگ بود، یعنی از 15 مهر که میشه 7 اکتبر تا 9 آبان، اسم اینو میذاریم قبل از جنگ زمینی. این مرحله ای بود که فقط بمباران هوایی میکرد. تو این مرحله رژیم دست بالا رو داشت، چون جنگ زمینی نشده بود و خلاصه خیلی هم هارت و پورت میکرد و هر روز تهدید میکرد که اگه حمله زمینی صورت بگیره فلان رو بهلوم میکنیم. هدفش این بود که جلوی جنگ زمینی رو بگیره. تا دلتون بخواد جفسازی کردن، حتی یه ترانه درست کردن، یه برنامه هایی درست کردن، حریفت منم، حریفت منم درست کردن. اما جنگ زمینی شد، رژیم و حسن نصرالله که خیلی روش تبلیغ میکردن هیچ کاری نکردن. فاز دوم از 9 آبان تا اول آذر، یعنی جنگ زمینی شروع شد تا اول آذر که در واقع آتش بس 6 روزه اعلام شد برای تبادل اسرا، رژیم بازم به شعار و تهدید ادامه داد، اما دوزش اومده بود پایین. تو این مرحله از نیابتی ها برای حمله به مواضع آمریکاییام استفاده کردن، یعنی عملیات نمیدونم حمله به پایگاه های آمریکا رو تشدید کردن. تهدید هم میکردن که اگه آتش بس ادامه پیدا نکنه، نمیدونم ببخشید ادامه پیدا بکنه، دستا رو ماشست و الوبل میکنه و این حرفا. اما جنگ با شدت بیشتری شروع شد، بازم هیچ کاری نکردن، یعنی همون حسن نصرالله و همرش. فاز سوم از 6 آذر شروع شد، یعنی پایان به اصطلاح اون در واقع آتش بسی که اعلام شده بود تا الان ادامه داشته. در حقیقت تو فاز سوم به ارتش اسرائیل در واقع به کجا حمله کرد؟ به جنوب نوار غزه رفت که الان هم ادامه داره. تو این فاز امیر عبداللهیان که خیلی قمپوز در میکرد و سفرهای این ور اون ور رو علنی انجام میداد که تبلیغات بکنه، الان ساکته و اصلا پیداش نیست. بعدم از خود خامنه‌ای تا همه فرمانده های سپاه به خط شدن که بگن ما اصلا خبر نداشتیم، اینا خودشون شروع کردن. همین چند روز پیش هم همین قانی اومد گفت و خلاصه شعار حریفت منم تبدیل شد به شعار کی بود من نبودم. خب ببینید بلا نسبت من یه پاسدار یا یه بسیجی، از این عقب نشینی ها در واقع زنجیره‌ای که هر روزم میان اعلام میکنن چی میگیرم؟ علامت ضعف میگیرم یا قدرت میگیرم؟ مؤلفه قدرت چی شد؟ واقعی بود یا حباب بود؟ این چه مؤلفه قدرتیه که روز روزش اصلا پیداش نیست؟ جالبه دجالگری رو ببینید. حداد عادل اومده همین حداد عادل اومده میگه که اگه وارد جنگ بشیم به نفع اسرائیل. دجالگری رو ببینید، یه مش مثلا پاسدار بسیجی میخواد مثلا سرشون شیره بماله. سخنگوی سپاه هم میگه اسرائیل میخواد ما رو بکشونه به جنگ با ترورایی که عملیاتی که کرده رو این فرمانده های همین یارو سید رضی و فلان و اینا، میگه ما رو میخواد به جنگ بکشونه، ما زرنگیم وارد جنگ نمیشیم. حالا حرفش این نبود ولی مضمونش این بود. خب این وضعیت برای خامنه ای هزینه نیرویی داره و نتیجه بلافاصله ریزش شدید تو نیروهاش، بی انگیزگی، یأس، خلاصه ناامیدی. به همین دلیل هم اومده با این حرفا نیروهاشو روحیه بده، اما کار از این حرفا گذشته. تا جایی که یادمه در همین مورد من ویدیوی هم دیده بودم، اگر اتاق فرمان داره با اجازه شما پخش کنه و بعد دوباره. بله بله خیلی ممنون.
امروز کشور ما توی مقطع خیلی خطرناکی قرار گرفته، خیلی خطرناک. اگر با این دست فرمانی که تا حالا اومدیم بریم، سقوط خطیه. من ناراحتم از گفتن این حرفا، سقوط خطیه، یعنی سقوط نظام و به تبع این آینده کشور چه میشه خدا میدونه. با این دست فرمان میخواییم به کجا برسیم؟ خیلی خطرناک. از این جهت من نگران هم سقوط نظام هستم، حالا به هر شکلی، میخواد در قالب انقلاب باشه، در قالب فروپاشی باشه، اینا رو دور از ذهن نبینید. ببینید شما تاریخ رو ببینید، محمد رضا پهلوی هم تا چند ماه قبل از اینکه کشور رو ترک کنه باورش نمیشد، باورش نمیشد، آمار میگفتن قبول نمیکرد، ولی اتفاق افتاد. بله خیلی واضح دیگه. ببینین الان صحبت از سقوط و سرنگونی و انقلاب، میگه فروپاشی یا انقلاب، و میاد مثال میزنه با مقایسه میکنه با در واقع ممرزا پهلوی و شاه سابق، دیکتاتور سابق. پس ببینید این همین ضرورت هست که داره در واقع خامنه ای رو مجبور میکنه بیاد این حرفا رو بزنه. ببینید حالا اگر حرفام نتیجه بگیرم، تو این جنگ ثابت شد که اون عمق راهبردی که مؤلفه قدرت خامنه ای بود یه حباب تبلیغاتی بود که در این 86 روز جنگ واقعی ترکید و خامنه ای مؤلفه قدرتش رو در واقع از دست داد. به این میگن شکست استراتژیک. مقاومت ایران روز اول شروع این جنگ گفت خامنه ای تاکتیکی سودش رو برد. خود تونست با این قیام در واقع با این کار قیام 402 رو به عقب بندازه، اما استراتژیک روی سر خودش آوار میشه. اینو مقاومت ایران تیز گفت و الان شده. به همین دلیلم هر روز شاهد هلاکت سریالی همین تروریست های نشاندار رژیم تو سوریه و این ورانور هستیم. بله. و معلوم شد که اون همه شعر و شعارها همش بلوف بود. بله، با سپاس و تشکر از شما که در این برنامه با ما همراه بودین. منم تشکر میکنم از این فرصتی که من دادید. درود بر شما، خدا نگهدار. گفتگویی بود با مسعود امیرپناهی با عنوان ترکیدن حباب عمق راهبردی.